یه روز که همراهی مگه بارون بگیره، نم نم بارونم میتونه چتر ماشه، نم نم بارونم میتونه چتر ماشه. یه شب که بی سقفی مگه همسایه باشیم، با من و تو مهتاب میشه هم خونه باشه، با من و تو مهتاب میشه هم خونه باشه. یه خونه غرق غصه است، یه خونه جای خنده، یکی میخواد جداشه اون یکی تازه دل میبنده. یه روز روز جدایی، یه روز روز رسیدن، یه روز به دل نشستن، روز دیگه روز دل بریدن. پاییزو یه بهار میبینم، جز تو کی میتونه گل گل خونه باشه، جز تو کی میتونه گل گل خونه باشه. وقتی که تنهایی ما رو از هم نگیره، هر جا که ما باشیم میتونه خونه باشه، هر جا که ما باشیم میتونه خونه باشه. یه خونه غرق غصه است، یه خونه جای خنده، یکی میخواد جداشه اون یکی تازه دل میبنده. یه روز روز جدایی، یه روز روز رسیدن، یه روز به دل نشستن، روز دیگه روز دل بریدن. پیره زنی چی بود که در راه ما سبز شد؟ من چی هست میخواستم آخه مباشر بشم؟ از مباشر نشدی بعد شبا خوابت نمیبره، وای به حالی که مباشر بشیم. چقدر قر میزنی، چپه مرگتو بذار بخواب دیگه. نه خاموش کنیم لیسا آبو. بیداری؟ نه خوابم نمیبینی؟ اگه بیداری واسه چی میگی خاموشش کن؟ ببخشید شرمنده. بابا هرچی خونه مالی نبوده میگفتی خونه زمان خانم، خونه زمان خانم خیلی قدیمیه بابا، بوی نامیده. تازه این واحدی هم که به ما نشون میداد همچی بزرگ نبود، 120 متر بود همش. گمون نکنم نگیر خوشش بیاد اینجا. بله خب نگیر خانم به خونه باباش عادت کرده که اصلا قابل مقایسه با آپارتمان زمان خانم نیست. خونه باباش آغل داره، طویله گاو و گوسفند داره، از چاپ میکشن، با هیماتش درست میکنن واسه پخت و پز. چرا باید خوشش بیاد؟ معلومه خوشش نمیاد. آره خب ولی این پیرزنه خیلی اصرار کرد که ما بریم اونجا زندگی کنیم. منم دلم واسش سوخت. خلاصه تو رو دروسی بهش قول دادیم که بریم اونجا زندگی کنیم. تو بی خود قول دادی. فهمیدی نه؟ بابا ول کن یاقره، پیران خودته ول کن. ببین ناصر جون، توی این دنیا هر کی تو رو نشناسه من یکی خوب میشناسمت. واسه من یکی فیلم بازی نکن. بابا کدوم فیلم؟ داری تو سر مال میزنی که اجارهش ندی بری مفتی مفتی بشینی. واسه چی تو سر مال بزنم وقتی پول اجاره نمیخواد؟ ها اجاره نمیخواد اصلا؟ یعنی دیوونه است؟ نه دیوونه نیست، تنهاست. این دو مال یادم این بسه من میگه که پشت پناهش بشه، عین بچش بشه، هواشو داشته بشه که منم دارم دیگه. پس این وسط من چیکارم؟ برگه چغندرم؟ اتفاقا به جون مسعود بهش گفتم، گفتم زمان خانم عزیز آقا مسعود هست؟ گفت نه، گیر داده به من دیگه، چیکارش کنم؟ ببین اگه میخوای بری تو اون خونه بشینی برو بشین، هیچ حرفی نیست، ولی اینو بدون که باید اجارهشو به روز بدین، نه یک قرون بالا نه یک قرون پایین. شیفم شد یا نه؟ والا کل دارایی من همون 2000 تومانی بود که به جناب عالی قرض دادم. خیلی خوب، از فکر اون آپارتمان بیا بیرون. آقا جون اینو برو بم پیرزنه بگو، اصلا میدونی چیه؟ تو وکیل من، مباشر من، برو بهش بگو زمان خانم عزیز ناصر این خونه رو نمیخواد، حتی اگه ما 100,000 تومان پولم بذاره روش این خونه رو نمیخواد. باشه باشه، من همین فردا صبح دستگیر حلش میکنم. فردا نه. چرا؟ فردا تازه نگیره میخواد بیاد اینجا رو ببینه. چی نگیره؟ بابا چی کار کنم؟ هی اصرار و اصرار، گفت بگو خانمت بیاد اینجا رو ببینه.
حالا من تلفن همونجا زنگ زدم شهرستان، پیغام گذاشتم واسه همسایه‌شون، گفتم به نگره بگه فردا بیاد تهران. خب اومدی ما نگره از آپارتمان خوشش اومد، تکلیف چیه؟ خوشش نمیاد بس جون، خوشش نمیاد. من سلیقه نگره رو میشناسم. اتفاقا ناصر جون خوشش میاد. میدونی چرا؟ چون سلیقه نگره توی دیگه. وقتی از آدمی مثل تو خوشش میاد، میخوای از اون آپارتمان با قشنگی خوشش نیاد؟ به هر حال ببین مسعود جان، من برادرم، یه چیزی بهت میگم. اگه تو فردا بری جلوی این خانم زیرا به منو بزنی، میفهمه که آدمی هستی حسود و بخیل و تنگ نظر. اصلا واسه خودت بد میشه. این آدم اینقدر حالیش هست که یه آدم بیشعور حسود و مباشر خودش نکنه. در ضمن از همین روز اول دستتو واسهش روم نکن، قربونت برم. شب بخیر. اوف. این چیه دیگه؟ وای لابد این پیر زن است. تو رو خدا یه جوری ردش کن بره. اون چراغ هم خاموش کن. بله. سلام. سلام. بپوش بریم. بریم؟ کجا؟ جام سروان دستور دادم. حسن زاده جون کجا بریم؟ اسم کوچیک صدا نکن. ببخشید حسن زاده اسم کوچیکته؟ سفسته نکن آقا. اینی که من گفتم مغلطه است. سفسته یه چیز دیگه است. مزه نریز. بیا بریم. چشم. بفرمایید. سلام قربان. سلام علیکم جناب سروان. سلام. بگو اون خانومم بیاد. چشم قربان. میگم جناب سروان، شما از دیدن این قیافه من سیر نشدیم؟ من توی این هفته قد تمام بارایی که پدر و فک و فامیل و جد و آبادم رفتن گرانتری اومدم اینجا. چرا اینقدر شلوغ میکنی نصف شبی؟ جناب سروان، این خانومه دمدمیه، اصلا از شکایت و شکایت بازی خوشش میاد. این خانوم شاکه شما نیست، به عنوان مطلع شما رو خواستیم. سلام. سلام مسعود جان، ببخش مادر نیست و شبی زاورت کردم. مادر جان مباشر که دیگه روز و شب نداره که. چمدوناتون رو دزدیدن، من وکیلم خودم مسئولیت شد به عهده میگیرم، پیدا میکنم. حقوق ماهیانه مباشری قرار بگیرم واسه چی؟ واسه همین کارا دیگه. خب آقا مسعود جواب بده دیگه، چمدونای خانم چی شدن؟ جناب سروان چرا از من میپرسید؟ آخه من از کجا باید بدونم؟ جناب سروان کار مسعود نیست، مسعود بچه پاکیه. منم نگفتم کار اینه، پرسیدم کار کیه. جناب سروان خود خانم شاهدن که من توی فرودگاه اونا رو بار ماشین کردم، آوردمشون دم در خونه، از خونه هم بردیم دم در هتل، از هتل آوردیم اینجا، از اینجا دوباره رفتیم هتل، بعد دوباره برگشتیم خونه. هیچی هم آید من نشد جز یک کمردرد. خودت تنها بودی یا کسی دیگه هم باهات بود؟ نه تنها بود. اون چمدونایی که من دیدم کاری یه نفر نیست بلند کردنش. جناب سروان من 10 تا این چمدونا رو یه دستی بلند میکنم. خالی؟ نه به جون خودم، پر. منظورم اینی که خالی بندی ممنوع. چشم. اصلا من خالی بستم، من اصلا یه دونه چمدونم نمیتونم بلند کنم. با این حساب دزدیده شدن اون چمدونا کار من نمیتونه باشه. برای خودت میبری و میدوزی؟ یعنی چمدونا رو من دزدیدم؟ زبونتو گاز بگی، چی گفت تو دزدی؟ خب واسه چی بس من اینجام؟ واسه اینکه مباشر خانومی. خب اگه مباشرم خودم هم چمدونا رو پیدا میکنم براشون. آها پس میدونی چمدونا رو کی بلند کرده؟ نه از کجا باید بدونم؟ ببینی خانوم، ما وقتی میتونیم برای شما سریع کار کنیم که شما هم به ما کمک کنیم. مثلا بگین شکتون به کیه؟ والا غیر از مسئول. یعنی چی این حرف؟ این حرف یعنی که چمدونا رو من دزدیدم؟ بابا من از اون چمدونا بدم میاد، وقتی میبینمشون از 2 کیلومتری فرار میکنم، متنفرم از اون چمدونا، بس که عین خری بردم اینور و اونور. آخه یعنی چی آخر سرم من شدم دوست؟ دست شما درد نکنه زمانو خانم، دست شما درد نکنه. چته تو امشب؟ من میخواستم بگم به غیرم مسعود، اون کسایی که این 2 هفته تو اون خونه میامدن و میرفتن به اونا مشکوکم. بله جناب سروان منم یه جورایی به اونا مشکوکم. حسن زاده اسم و مشخصات مظنونی رو بپرس و بنویس، فردا باید پیگیری بشه. چشم قربان. حالا تو این چمدوناتون چی بوده؟ چیزی که به درد کسی بخوره هیچ. یه مش سوغاتی و اسناد و شناسنامه. شب بخیر. جناب میشه بگین یه آژانس برای من خبر کنم؟ حسن زاده یه زنگ بزن برای شو یه ماشین بیاد. چشم قربان. متشکرم.
دارم میگم از توی خونه اومدن دزدی کردن؟ از تو اتاقم. آخه مثلا دری، قفلی، شیشه، چیزی هیچی نشکسته؟ هیچ. خب یارو کلید داشته هر کی بوده؟ جام سروانم همینو میگه. فهمیدم کیه. دشتی؟ بدار دستش. الو. سلام. از کلانتری زنگ میزنم. یه ماشین میخواستم. یه بابا اومدم. سلام. سلام. چطوری؟ خوبی؟ آیی داشتی را گم کردیم دم سهری. چه را گم کردنی؟ یه ساعته تو این کوچه پس کوچه ها دنبال خونهت دارم میگردم. میفرمودی این قرار تشریف بیارین که آدرس سرراست میدادم خدمتتون. سر زده اومدم که سورپریز چیه؟ اینا بهش میگن زهره ترک. سورپریز یه چیز دیگه است. حالا بیا سوارشو ببینیم خود قدم بزنیم. با ماشین قدم بزنیم؟ هر جوری دوست داری، پیاده یا با ماشین، غرض هواخوریه. دشتی جون، آدمی که دوتا زن داره یه ساعت کوچه پس کوچه دنبال خونه یا آسمون جولی مثل من نمیگرده. یعنی میترسی ها؟ نترسم. اتفاقا اومدم بهت بگم که بترس، چون بازی تازه داره گرم میشه. کدوم بازی؟ همون بازی که تو راه انداختی. فکر کردی دشتی به این زودی ها جا زده ها؟ دشتی جان ببین، فکر نمی کنم واسه یه خط و نشون کشیدن الان وقت خوبی باشه. آدمی که خوابش میاد زیاد حرف تو گوشش نمیره. خودتو خسته نکن. پس میخواد جلو من وایسی ها؟ اصلا و ابدا. پس چرا اون پیرزن رو ول نمی کنی؟ بابا اون پیرزن منو ول نمی کنه. یعنی تو نمیخوا وکیلشی ها؟ تا دیروز آرزون بود که ما باشرش بشم، ولی الان پشیمونم. منتظرم هوا روشن شه برم بهش بگم آقا نمیخوایم. چرا؟ بابا کم آوردم، خسته شدم عزیز من، نمیتونم دیگه. آب باریکلا، معلومه بچه چیز فهمی ازی، دوزریت خوب میفته. پیرزنه چی؟ اصلا قابل اعتماد نیست. نصف شبی پلیس وارد دم در خونه که چی؟ که چمدونای منو تو بلند کردی. آخه یکی نیست بهش بگه پدرت خوب، مادرت خوب، چمدونه تو به چه درد من میخوره؟ حالا راستی تو بلند کردی؟ ببین دشتی جون، وردار چمدونای پیرزنه رو بیار ببریم بهش بدیم، بریم رد کارمون. من چمدون ندیدم. حالا از برا بچه‌ها یه پرسجو بکن، شاید اتفاقی دیده باشن. اگه چمدونا رو برات پیدا کردم و نرفتی رد کارت چی؟ شما خیال میکنید با این قضیه چمدونا که پیش اومده خانم به ما اعتماد میکنه که بشیم مباشرش؟ نه. پس خیالتون تخت، ما دومونو میذاریم رو کولمونو میریم رد کار خودمون. حالا ببینم چیکار میشه که شاید دو تا چمدون عین چمدونای زمان خانم برات پیدا کنم بدم بچه‌ها بیارن. آخدشتی خرت و پرتایی توی چمدونم مهمه دیگه. تو فقط قولت یادت نره، همین. رو چشم. آقا بی بریم بالا یه چایی بزنیم. از در ماشینی ببندم میام. نه چیزه، ببین دشتی جون، من بابام از شهرستان اومده، یه جوری که جوری ناجوره خورده. پس با شوخی کردم. اتفاقا منم فقط تعارف کردم. خدا حافظ. شب بخیر.
سلام آقا مسعود. سلام آقا بهمن. این چمدونه پیش تو بود؟ نه. بس از کجا آوردیش؟ من نیاوردم. یعنی چی؟ بس اینا از کجا اومده اینجا؟ والا طبق قرار قبلیمون ما اومدیم که فاکتور عیاب و ذهابو بدیم خدمتتون. بعد دیدیم که این چمدونه پشت در. راست میگی؟ راستش منم اولش تعجب کردم. بعد فکر کردم که چمدونه رو گوش اینجا یادتون رفته ببرین تو. نه. اینا برداشتن آوردن گذاشتن اینجا و رفتن. کیا؟ همونایی که برای خراب کردن هم پیش زمان خانم اینا رو دزدیدن. اینا فاکتور شما 64700. بهمن جون تو این چمدونا رو بذار توی صندوق ماشینت، منم برسم خونه زمان خانم اینا که فاکتور سرراست بشه 70 تومن دیگه. خوب چیه؟ باشه؟ چشم. باشه بیا. مسعود جان من رفتم پیش زمان خانم، شاید دیگه پیش تو بر نگردم. قربانت ناصر. ناصر جان فکر نمی کردم اینقدر نامرد و بی چشم و رو باشی. قربانت مسعود. دارم برات. دستت درد نکنه بهمن جون. قربونه دستت. خیلی زحمت کشی. آقا مسعود جونم بی زحمت این فاکتورم بدین خدمت خانم. رو چشم. فقط یه کاری کن. ببین زنگ بزن خب بگو که فاکتور آوردم براتون خانم. خب بعد نگی من باهاتم ها. فهمیدی؟ بپر بیا بودو. چیه؟ سلام عرض کردم خانم. بهمنم. این فاکتور عیاب و ذهاب آوردم خدمتتون. بفرمایید تو. دستت درد نکنه. قربونت. خوش اومدی. اینجا پیشت. اینو تماشا کن که زمان خانم بعد از دن این چمدوناش چطوری از خوشحالی پس میفته. وای وای. سلام زمان خانم. پس نشستی ببینید من کی پس میفتم. هنوز مباشر نشده منتظر پس افتادن منی؟ خانم جا من غلط بکنم. برو بیرون. یه لحظه اجازه. دیگه نمیخوام ببینمه. من ناصر خان بندازم. من توضیح میدم خانم جان با یه غلط کردم کارتون راه میفته. یه دقیقه وایسا ناصر ببینم چیکار دارم خانم جان. من نه چون ناصر برو میدم. عجب آدم نامردیه. تو به تو چه رفت داره اصلا؟ تو چیکار میفته؟ این چی بیا داشم شوخی میکردم با خانم. پشت چمدونام پیش جناب علی بوده. پیش من؟ یعنی من دزدیدم؟
آره یعنی من احمقم دیگه. آره دیگه من احمقم. اگه احمق نبودم شب تا صبح خودم با اون دشتی گردن کلوف در نمینداختم، خودم با آب آتیش نمیستم تا این چمیدونای شما رو بردارم دو دستی بیام تحویل شما بدم. اون وقت اینه دست موزه من اینه. آره اینجوریه، دست شما درد نکنه خانم، دست شما درد نکنه. حالا شما ببخشیدش خانم، این جوونه خامه، نذارین با دل شکست از این خونه بره بیرون. تو یکی حرف نزن که همه بدبختی های من زیر سر توه. اگه من تو رو دیگه تو اون خونه راه دادم هر چی میگی بگو. بابا جون من خودم خونه دارم، همین بالا واحد سه، خانم هم تو راهه. خانم جان یه لحظه شما تشریف بیارین این بر. خانم باشه. خانم جان میگه بهتون میگه چی کار داری میکنی؟ یه جناب سر خیلی نامردی. خانم ملاحظه میکنی ببین خیلی بیبرم. چه دیگه خجالت بکشین تو این سن و سال شورشه درآوردی. بیا برو. باشه باشه دارم واسط. بشین نگاه کن. تو هم دیگه خیلی شورشه درآوردی. من میخواستم یه زن ادب بشه به من بی احترامی نکنه. پس میفتی اینا یعنی چی؟ خب خود شما گفتین که بیرونش کن. خب پایین که آمدم بالا دیدم چمدونه اینجاست خیلی خوشحال شدم. پسری زرنگی. نه ترسین این بر میگرده. با اون کارهایی که تو باعث کردی محال برگرد. بابا اینو من میشناسمش. یک کنه یه هم بفرمید. آقا بهمن یه ساعت بیرون وایسادم میگه این پول منو بدید میخوام برم. شما اگه بچه این با هم قرد میکنین دو تا دوستی یالا با هم آشتی کنین. کی؟ من با این عمرن یک نامردی که دومی نداره از تنهایی بمیرم با این آشتی نمیکنم. اگه باش آشتی نکنی از پولم خبری نی. باید عجیب مبارک بدی. البته ما دعوا میکنیم در طول روز 6 7 دفعه ولی رفاقتیه دیگه، ما عادت کردیم به این چیزا. من اینا ناصر جون شاکریم. پس منم برم از تو خونه پولو بیارم. بفرمایید. مشکلی نداریم ما هم دیگه. حالا بزن رو بیافت. حالا بگم رو بیافت. برو برو. یا باش بابا چرا اینجوری میکنی؟ از زیر پتو سرتو آورده بیرون واسه من کلاهبردار شدی؟ آره تو چه مربوط عجب آدمی؟ تو چیکاری؟ چی رو به تو چه مربوطه؟ ده اگه من نبودم تو این پیرزن بدبخت تو از کجا میشناختیش که بهترین واحد از چنگش درو بیاری و سرش کلا بذاری؟ بابا جون مفتی که بهم نداده اجارهشو میدم، میفهمی؟ صدا تو بیار پایین ببینم مثلا قراره چقدر اجارهشو بدی؟ آقا یک قرون، دو تومن، 10 تومن، 100 تومن، اصلا تو چیکاری؟ مباشرشی، حسابدارشی، سرایدارشی، چیکاری؟ باشه باشه آقا ناصر، حالا که اینجوریه همین امروز وسایلتو از تو خونه جمع میکنی و هری هر جهنم در ریه رفتی اونا رو به خود میبری و یعنی همه رو میریزم تو سطل آشغال. به خدا اتفاقا لطف کن همه رو بریز تو سطل آشغال، چون خرت و پرتا به درد خونه به این با کلاسی نمیخوره که میخوره. اصلا همش مال خود عزیزم. برو خوشش برو. فکر کردی خودت فکر کردی. آقا مسعود، آقا مسعود پوله. من میرم خداحافظ. یعنی میخوای واقعا بری؟ یعنی چی؟ اگه قرار نبود ما با هم بشینیم صحبت کنیم. درباره چی؟ درباره اجاره دادن آپارتمانا. مگه تو مباشر من نیستی؟ مگه من با شما شوخی دارم آخه؟ نه من با شما شوخی دارم. اه؟ آره اه. حالا زود برو این پولو بده بهمن خان، بیچاره بنده خدا یک ساعت منتظره. برو ده برو دیگه. دارم میرم دیگه. What? دستتون درد نکنه، خیلی خوب کاری کردین که دلش در آورد. خلاصه نگفتی چقدر میتونی اجاره این آپارتمانو بدی؟ والله چقدر برای شما میصرفه؟ آخه من اول باید زن تو ببینم. من از زنهای جیغویقی و شلوغ کن هیچ خوشم میاد. نیره از این دیوارا صدا در بیاد ان نیره صدا در نمیاد. این دیوارا که خیلی صدا میکنه، اینا لوله های فاضلاب از توش رد میشه، همش قار رو قور میکنه. باید بگم مسعود خان یه فکری به حالش بکنه. اتفاقا در مورد نگیرم میتونید از مسعود سوال بکنید که اخلاقش چجوریه. از مسعود چرا سوال بکنم؟ من اگه زن تو ببینم فوری میفهمم چجوریه. خیلی خوبه. امشب داره میام؟ بله الان تو راهه. خب ببین هرچی بونگایی قیمت گذاشت رو آپارتمان خوب. چون شما زن شوهر جوونین و اول زندگیتونه یه خورده بهتون تخفیف میدم. فقط یه خورده؟ زیاده؟ فکر کردی مجانی میای تو این آپارتمان میشینی؟ نه نه خیلی خوبه ایتوان خوبه. کجاش خوبه؟
کجا ناصر خان؟ کجا؟ عتیقه را کجا پیدا کردی؟ کدوم عتیقه رو؟ همین پیرزنه رو دیگه. تو که تا 5 دقیقه پیش چاکرم مخلصم میگفتی براش، حالا چی شده؟ شده عتیقه؟ من به سن و سالش احترام میذاشتم، وگرنه این خونه به درد من نمیخورم. آها چرا؟ یعنی خود خونه خوبه ها، ولی همسایگی با این پیرزنه خیلی درد سره. دمدمیه بابا، هر دقیقه یه حرفی میزنه. مسو جان یه لطفی کن از طرف من بهش بگو واسه واحدش به فکر مستاجر باشه. اینجا راست کار من نیست. فقط اگرم اصرار کردین یه جوری بپیچونش دیگه. باشه، فقط یادت نره حتما بهش بگی. حتما بهش میگم. میگم اصرار نکنه. آره. نمیخواد بگی مسعود جان، خودم شنیدم. فقط زودتر بیا بالا، کارت دارم. پس اصرار نکنه. باش تا بیام. مسعود جان. چرا این کارو کرد؟ خب برای اینکه من از چشم شما بندازه دیگه. شما به من شک کنید، فکر کنید چمدوناتونو من دزدیدم، بعد دم منو بگیرید و از ساختمونتون بندازید بیرون. اگه اینجوریه چرا چمدونا رو برگردوند؟ خب برای اینکه من دورش زدم دیگه خانم. من به اون قول دادم که دیگه طرف شما نیام، اونم به جاش گفتش من چمدونا رو پس میارم. یعنی میگه از تو خونه اومده دزدیده؟ بله دیگه خانم، کاری نداره که. آقای دشتی کلید همه واحدای این ساختمون رو داره. اگه از من میشنوید باید قفل تمام واحدا رو عوض کنید. عوض کنید؟ نه عوض کنی. من مباشر نگرفتم که همه کارا رو خودم بکنم. شاکره تیم خانم. بابا مباشر. بفرمایید خدمت شما. خانم جان من رفتم. کجا؟ هزار تا کار دارم خانم جان. قفل ساختمون رو باید عوض کنم، کارگر برای ساختمون رو پیدا کنم، از همه مهمتر مستجر باید پیدا کنم. همه همین امروز باید را سوریستش کنم. ما رفتیم، خدا حافظ شما. ببین نار یادت نره، میای اینجا. مخلصتم هستم، مباشرتم خانم. خدا حافظ شما. شرمنده، من ناصرم، دوست آقا مسعود. ببینم میگم که باز این دوره بلا میپلکی. بله میگم این دوره بلا میپلکی. آه بابا این چمدونا رو آوردین، لطف کردی آوردین نمه در خونه. بردم زم این پیرسنه دیگه. لازم نبود بیادی، آژانس میبرد. آخه پولشو که من نداشتم، که شما حساب میکردیم مگه؟ حالا حساب میکردیم یا نه، مقصود اینه که شما دیگه تو این محل پیداتون نمیشه. اول فکراتو بکن بعد جواب بده. خب آخه فکر کردن نداره که، چرا باید بشه؟ معلومه که نه. کلا بچا، این آقا رو اگه یه دفعه در خونه این پیرزنه دیدین با ماشین زیرش میکنین به مسئولیت خود من. گوش بده، یعنی اگه یه بار دیگه ببینیمت با ماشین زیرت میگیریم. حالا واسه هیچ کاره دیگه با شما هستم. نه خیر، با تو هم. کجا میرفتی؟ خونمون داشتم میرفتم. بفرما هر برو دیگه، برو بدقه کنیم. بفرمایی در خدمت باشم. برو بفرما، بیتانوف دارم میگم. برو بفرمایید، من میرم. برو بابا راحتم. نه ممکنه نهی آقا، ببر بستشه بیان. بفرمایید
من که میدونم شما دیگه این خونه رو به من اجاره نمیدین، حتی اگه بتونم پول اجارهشم بدم. چرا نمیدم؟ آخه اون حرفایی که من دم در داشتم میزدم که من دمدمی مزاجم اصلا نمیدونم چرا همچی حرفی زدم. من از خودم شاکیم. تازه من خودم از اون آدم های دمدمی هم، از اون دمدمی های بدجور ها. اصلا شما در مقابل من چیزی نیستین. خلاصه میخوای حرفتو بزنی یا نه؟ زمان خانم، خواهش میکنم نذارید آبروی من بره. من نذارم؟ آخه نگره داره میاد تهران، من بهش پیغام دادم، گفتم که بیاد خونه شما رو ببینه. شما لطف کنید وقتی اون میاد اینجا جلوش نگین که قرار نیست اینجا رو به ما اجاره بدین، بذارید اینجا رو ببینه، بعد من خودم یه جوری حالا ماسمالی کنم دیگه. ماسمالی چرا؟ اینه بگی بذار اونجا. خب آقا اگه بفهمه که شما قرار نیست اینجا رو به ما اجاره بدین، اصلا دادش در میاد که چرا از شهر سامانی کشوندی تهران. پس نیره دادم بلده بزنه. تو که گفتی اگه از دیوار صدا در بیاد از نیره صدا در نمیاد، پس ایشون دادم بلدم بکشم؟ نه 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 نه، فقط سر من، اونم خیلی یواش، بعدشم بیرون از محیط خونه. نه بابا، آدم از زن آروم و ساکت و بی صدا خوشش نمیاد. اتفاقا همه اینا به کنار، گاهی وقتا نگیره میشه این عجل معلق، گرم و شلوغ، پر سر و صدا، شیطون، اصلا خودتون باید ببینینش. اینجور زن به درد زندگی میخوره. منم جوونیام این همین بودم. میگم نگیره اصلا این خود شماست. فقط میدونی چه ایرادی داره؟ اینجور زنا به درد یه ساختمونی مثل اینجا نمیخورن مادر، پدر همه رو در میارن. اصلا بی خود گفتی نیره بیاد تهران. با حداقل بذارید بیاد اینجا رو ببینه. خب بیاد قدمش رو چش. شام بذاری یا بلای سر میارم که هر دو تا فرد من جدا بشن. من از امروز بابا شرم اون خانومم، فهمیدی یا نه؟ یک کلمه دیگه حرف بزنی جنازته می بذاری برا ببین من آخ آخ چی شد؟ فکر کنم این دفعه دیگه خودش کلاشو کوفت تو دیفا. آقای دشتی بزنیم به شاد تا این مارولک دوباره ما رو نکشون به کلا دری. آره خدا سلامو کوفت، سلامو درد، سلامو زهر حلائه. بابا نزن، آخه واسه چی داری میزنی؟ اینه رسم رفاقت، اینه رسم فامیلی، اینه رسم همولایتی بودن. بابا من نمیدونم تو داری چی میگی. آخه ناصر کجاست؟ اسم اونو نیار، اسم اون زلل شده رو نیار. نگیره خانم جیغ نکشین، رسم نیست کسی جیغ بکشه. همسایه ها زنگ میزنن پلیس خبر میکنن. خب بزنن، بذار پلیس بیاد به داد من برسه. آهای همسایه ها، اگر خانم تو رو انباتت کوتا بیا. آخه پلیس واسه چی؟ اینجا تهرونه ها، اینجا کار رسمه. بابا ناصر کجایی آخه؟ بیا ببین این زنه چی داره میگه. ناصر خونه نیست. پس کدوم بوریه؟ خونه زمان خانومه. تو زمان خانم از کجا میشناسی؟ قرار نبود من بدونم ها؟ حالا دیگه ناصر واسه من دم در آورده. این ناصر دیگه از دست رفت. ناصر سابق نیست. میبینی چقدر پررو شده؟ پس چرا به من چیزی نگفتی؟ چیو؟
اینکه زمان خانم میاد تو کاره. نیشتو ببن، میخنده، گریه کن. اگه من دیگه گذاشتم یه آب خوش از گلیه شما پایین بره. بابا سوء تفاهم شده نگیره خانم. سوء تفاهم شده؟ کلک نزم، من سند دارم. حالا دیگه ناصر روزا میره پیش زمان خانم ها؟ آتیشش میزنم من ناصر رو. بابا تو از کجا فهمیدی؟ عزیز مسعود جان، من رفتم پیش زمان خانوم. چه خانومی هم نوشته؟ شاید هم دیگه پیش تو بر نگردم. قربانت ناصر، به زمین گرم بخوری ناصر. بابا چرا بی خودی فوشش میدی رفیق منو؟ بی خودی؟ خودت چرا فوشش دادی؟ چه فوشی؟ بفرما ناصر جان، فکر نمی کردم اینقدر نامرد و بی چشم رو باشی. قربانت مسعود. آینا که من نوشتم حقشه. منو ببر پیش ناصر. ببرم پیش زمان خانوم؟ قد اسم اینو نیاد. روزگارت رو زیاد میکنم. ناصرم از دست رفت. ناصر کلم، ناصر عزیزم. بله خب باشه، ببرم ات پیش ناصر. خونه زمان خانم. این خونه مال خودشه؟ بله، وضعش توپ به توپه. بیا برگردیم. چرا؟ حق داره ناصر. من کجا و زمان خانم کجا؟ منم جای اون بودم صاحب همچه خونه رو ول نمی‌کردم با نیر ازدواج کنم. اینا رو گفتی، حالا توی خونه رو نیدی. بعد توشو ببینی. راست میگی؟ بله. ولی خوشحال شدم. چرا؟ فکر نمی‌کردم ناصر اینقدر با عرضه باشه. شادم این زمونه خیلی زرنگه، بچه ساده پیدا کرده، گفته کی از این بهتر؟ حالا چیکار میکنی؟ بر میگردی یا میری توی خونه و گوش شوهرتو میگیری یا با اردنگی از خونه پرتش میکنی بیرون؟ هیچ کدوم. میخوام چشای این زمان خانم از کاسه درارم. لای با میده تو. کیه؟ منم مسعود. مسعود تو چی میخوای اینجا همیه همیری؟ ولکن برو دیگه، ما یه دقیقه نباید از دست تو آرامش داشته باشیم. ملاحظه کردیم؟ این ناصر دیگه از دست رفت. ناصر ناصر سابق نیست. میبینی چقدر پررو شده؟ ببخشید که آرامشتون رو به هم زدیم. بله خودشه؟ آره معذرت میخوام خانوم، من شوهرم رو میخوام. شوهر من اینجورا که شما فکر میکنی آدم خوبی نیست، تنبله، یه سربازی دو ساله رو الان 4 ساله تموم نکرده. ناصر آدم زندگی نیست. شما این نیره خانوم، بفرمایین تو. منو میشناسه؟ آره بابا، گفتم که ناصر آدم رو راستیه، همه چی رو به زمان خانم گفته. خب حالا چیکار کنی؟ ببریم تو دیگه. زشت نیست دست خالی اومدی؟ میخوای برم چماق از تو خونه بردارم بیارم؟ نه، یک پدری من از ناصر در رو رفت. آره خوبه میکنی، برو. سلام نیره خانوم. تو اینجا چه غلطی میکنی؟ میبینی که بدبخت داره ظرف میشوره. برو بشو. تو اومدی تهرون سربازی تو تموم کنی، اینکه خونه مردم ظرف میشوری؟ خونه مردم کدومه؟ اینجا خونه زمان خانومه. بیا بریم. سود باش. یواش بابا، داد نزن. اجازه بدیم، این یه دعوای زن و شوهریه، منم اصولا دخالت نمیکنم. من میرم که شما در کمال آرامش به دعواتون ادامه بدید. خوش باشین. بیا اینجا ببینم. چه خبر؟ تو آدمی؟ بشری؟ عاطفه داری؟ حالا دیگه سر من کلا میزنی ها؟ یواش، آدم بعد 6 ماه شوهرش میبینه اینجوری حرف میزنه؟ بعد 6 ماه باید بیام تو شهر غریب ببینم که تو خونه مردم داری نوکری میکنی؟ نوکری چیه؟ زمان خانم خسته بود، من داشتم بهش کمک میکردم. آخه خسته بود؟ بله. بمیرم براش که خسته بود. از که تازه تو ظرف میشوری؟ ها؟ یه باری که نمست با تو زمان حرف بزنم. ببین من باید با زمان حرف بزنم. اینه اون نیره آروم و بی سر صدا و مظلوم. خانم جان، اینا زن و شوهرن، یه مدت طولانی همدیگه رو ندیدن،
اینا که میبینی صحبتهای صمیمانه است دارن رد و بدل میکنن. اگه صمیمانه شون اینه پس دعواهاشون چیه؟ ایشالله وقتی آقا ناصر و نیر خانم اینجا مستجر شدن دعواهاشون هم ببینید. روزی دو سه بار. صد سال نمیخوام ببینید. منو صدا زدین خانم؟ نه خیر، دخترتونو کار داشتم. نیره هستن زمان خانم. زمان خانم شمایی؟ بله ایشونن. بهتون نمیاد اصلا؟ نیره؟ چی بهم نمیاد؟ اینکه با این سن و سال بخوایی سر شوهر ساده بیچاره منو کلا بذاری. پس تا سرشو کلا نذاشتم ورش دار ببن. اون پیشبند رو واکن بده به من. یه لحظه اجازه بده. گفتم پیشبند رو واکن بده به من، قضام رو اجاق الان ته میگیری. خانم هرچی گفتم بگی چشم. بیا مادر اینه ببن تا لباسات خیس نشه. بفرمایید بشور. میشورم تا چشت هم درات. سر پیری حوصله سر صدا و این چیزا رو ندارم. همین. تازه خانم اینا پول اجاره هم ندارم بدن. اصلا اجاره مهم نیست. من اینجا مستاجری میخوام که سر صدا نداشته باشه. بی آزار و بی درد سر باشه. دقیقاً. خانم جان من خودم براتون یه مستاجر خوب پیدا میکنم. ببین من دنبال همسایه خوبم نه مستاجر. اگه اون چیزی رو که من میخوام پیدا کردی اجارش هم مهم نیست. خانم جان فقط توی سه سود بشین ده تماشا کنید. فقط یه چیزی رو میخواستم خدمتتون عرض کنم، اونم این که سر یه فرصتی اگه میشه بشینیم با همدیگه یه صحبتی بکنیم. راجع به چی؟ خب ببینید پیدا کردن مستاجر وقت میگیره دیگه. خب بگیره. خب منم خرج دارم دیگه. خب داشته باش. نه متوجه نشدید چی گفتم؟ عرض کردم که منم خرج دارم. اگه مستاجری رو که من میخوام پیدا کردی قرارداد تو میبندم، ولی تا اون موقع رو هیچی حساب نکن. الانم بلند شو برو سفره رو بچین نهار بخوریم. آخه من خیلی گشنم. پاشو دیگه. آخه زن من اگه یواشکی تو تهران رفته باشم زن گرفته باشم احمقم به تو زنگ بزنم بگم بیا اینجا. خیلی خوب من اعصاب خود تو خیلی خوب نه. با جون تو دیگه بزرگ شدی، یه خورده فکر کن. فکر سخت نیست والا. تقصیر من نیست، مسعود گولم زن. این مسعود نامرد میخواد نذاره من این خونه رو اجاره کنم. ولی ناصر خونه خیلی قشنگیه ها. خسته نباشی. باشه بریم یه بلیط واسه بگیرم برگشت شهرستان. پس واسه چی گفتی باشم بیام تهران؟ هیچی، واسه اینکه بزنی کاسه کوزه رو خراب بکنی. نه نمیخوای اینجا رو اجاره کنی. تو مثل اینکه متوجه نیستی یا طرف ما رو از خونش انداخت بیرون. با این حرفایی هم که جناب عالی بهش زدی انتظار داری خونه بهمون اجاره بده؟ حالا اگه اجاره میداد که ما پولشو نداشتیم بدیم. پول نمیخواد بابا جون، پول نمیخواد. این دنبال یه زن شوهر بی سر و صداست که اینجا از تنهایی در بیاد. کسی نداره که. چند نفر میخواد که زیر پر و بالشو بگیرن. خیلی طفلی، زن خوبی هم بودا. خودش هیچی. باید خونه‌ای که میخواست به ما بده رو میدیدی. تو خوابم هم همچی چیزی گیرمون نمیاد. در خونه این وره. پاشو بری من درستش میکنم. چه جوری؟ چه جوریش با من؟ اگه اجاره نخواد من هر طور شده ازش میگیرم. بابا وای. خانم جان، یعنی شما سه ماه دیگه دوباره میرید از ایران؟ آره مادر. چرا آخه؟ چه میدونم مریضم دیگه. میرم اون ور دلم برای اینجا تنگ میشه، میام اینجا دلم برای فک فامیلای اون ورم تنگ میشه. این دفعه دیگه دلشوره نداری خانم. چرا؟ چون همه واحدها رو با آدمای سالم اجاره دادیم. بعدشم ماه به ماه اجاره ها رو میگیرم میریزم به حسابتون. خیالتون تخت تخت. اصلا یه سال این ور بمونید یه سال اون ور. بفرمایید. خانم تشریف دارن؟ شما؟
همون که صبح چماق زد تو سرت. یادم نمیاد. چماق. آها چماق. دارن نهار میخورن خانم. اون وقت تو اینجا چه غلطی میکنی؟ داری غذا خوردن خانم رو نگاه میکنی؟ بله بنده مباشرشم. اگر هر امری هست من در خدمتتونم. ما اومدیم برای اجاره واحد بالا. دیر اومدیم واحد بالا اجاره رفت. خیلی خوب بابا جون، خیلی خوب، الان صداش میکنم. ساکت و مظلوم، حرفی نمیزنی یا؟ خیالت تخت. بفرمایی. سلام. سلام. سلام مادر، چی شده؟ هیچی، نیره میخواد برگرده شهرستان، گفتش که قبل از رفتن میخواد بیاد از شما معذرت خواهی بکنه. معذرت خواهی برای چی؟ به خاطر اون حرفایی که به شما زد دیگه. مگه خودش زبون نداره حرف بزنه؟ چرا؟ زبون داره، ولی خب خیلی کم روه. الان هم دیدین اینجوری سر صدا شده، داد و بیداد کرد، به خاطر اینکه این یه 6 ماهه منو ندیده، اصلا حرف نزده. بعد یهو خودشو خالی کرد. وگرنه اگه مجبور نباشه هیچ وقت حرف نمیزنه. مادر میخوای برگردی بری شهرستان؟ با اجازهتون بله دیگه. دیشبم تا صبح ایوانی تو قطار بوده، حسابی خسته شده. الان منم واقعا شرمنده‌شم، باید بلیط بگیرم، باز برش گردونم شهرستان. حیوانی آخه خسته میشه. نه عیبی نداره. ببخشید خانم اذیتتونم کردیم. خدا ببخشه، چه اذیتی؟ خانم اگه میشه شما به ناصر بگیم با من برگرده بریم شهرستون. ای بابا باز حرف خودشو میزنه. آخه من چه جوری بیام؟ آخه من برگردم بگم چی؟ بگم واسه چی اومدم تهران رو برگشتم؟ میدونی که بابام چه بلای سرم میاره. اگه این بیاد باز ملاحظه میکنه. والا ما داماد شمر زلجوشن شده بودیم، اما بهتر از این بود. میدونی آخه دختر به این سن و سال بهش امر و نهی میکنه، اونم چرا امر و نهی های عجیب غریبی. وا چرا؟ خب قصهش مفصله. مثلا میگه که چرا نمیری خونه شوهرت. هرچی بهش میگم ناصر خونه نداره، اصلا حالیش نمیشه. حالا بیاین تو یه ذره خستگی در کنیم بعد میریم. نه دیگه مزاحمتون نمیشیم، ما میریم، خداحافظ. مزاحم چیه؟ بیاین تو، بیاین تو بچه ها، بیاین. چیه مادر، چی میخواد؟ هیچی، میگه یه لیوان آب برام بریزه. خب خودت بریز. آخه روش نمیشه، خجالتیه. تو خونه من خجالت بذار کنار، تعارف نکن. مرسی. چند ماه دیگه از سربازیت مونده؟ 3 ماه. میخواین این 3 ماه از باباتون رو بردارین بیارین تو اتاق سرایداری بذارین؟ خلاصه یه جوری 3 ماه رو میگذارین. نه خانم، اینا همشهری ما هن، زشته براشون برن تو اتاق سرایداری بشن سرایدار اینجا. اگه خانم بگن که ما میگیم چشم. بله بعدش هم که خدمت من تموم میشه و میرم سر کار، پول اجاره این طبقه بالا رو در میارم و ایشالله به سلامتی همین واحد اجاره میکنم. اجازه بدین، اولا اینکه تو خدمتت یه عمر طول میکشه، 3 ماه اسمشه. در ثانی واحد طبقه بالا 3 ماه خالی بمونه که چی؟ جنابعالی قرار بیاد اجارهش کنید؟ نه خانم نه. خب اصلا از همین الان میریم بالا میشینیم، بعد اجاره این 3 ماه هم وقتی ناصر رفت سر کار میدیم دیگه. آخه تو اصلا مرد کاری، آدم کاری؟ نه وجدانم دیگه، غریبه که نیست اینجا. تو تا حالا تو عمرت یه روز رفتی سر کار؟ من دنبال انگیزه واسه کار بودم که حالا دارم. بهترین انگیزم همین واحد طبقه بالاست. خیلی خوب، بری اسباب اساسیاتونو بار ماشین کنیم ورداریم بیاری. بار ماشین؟ خانم جان اینا کل اسباب اساسیاشون بار خروس هم نمیشه کرد، بار ماشین کنن. دست شما درد نکنه، الهی قربونتون برم. چه دختر بامزه ایه. شوهرش هم بامزه است. نیره؟ بله. ظرفا رو تو نشوری ها، مسعود هست. اصلا بذاریم خودم. نه آقا مسعود. قربونتون برم الهی. به چته؟ تو هم که بد نشد، من اگه بیام اینجا قشنگ جای تو اونجا بازتر میشه، راحت میتونی ولوشی. اتفاقا من دوست دارم بیام اینجا، اینجا ولوشم. چجوری آخه؟ که مجردی؟ من اگه اینجا نیومدم دیگه مسعود نیستم. خیلی مسعودی آقا مسعود. باست خودمونی شدی؟ بشو رسم، ظرف بشو.